Stanford University. سلام عرض می‌کنم دوستان عزیز. من عباس میرانی هستم. به جلسه امشب ما خوش آمدید. قبل از اینکه چند جمله در مورد دوست عزیزم آقای قاسمی عرض بکنم، خواستم دو برنامه دو هفته آینده رو اعلام بکنم. هفته آینده 15 نوامبر ساعت 7 در کابرلی ما مراسم جایزه بیتا رو داریم. مهمون امسال ما خانم مهشید امیرشاهی هستند که هفته دیگه اینجا خواهند بود. هفته بعدش در نوامبر، اون برنامه به انگلیسیه، هفته بعدش نوامبر 21 خانم سحر دلیجانی، یک رمان نویس بسیار بسیار درخشانی که در مورد تجربه زندگیشون در یا به دنیا آمدنشون در زندان اوین یه رمان بسیار بسیار موفقی نوشتن، رمانی است که الان در سطح بین المللی از رمان‌های پرفروشه و به شاید 15-20 زبان مختلف ترجمه شده. ایشون در مورد رمانشون صحبت خواهند کرد، اون هم به انگلیسی. آخرین برنامه مون البته دسامبر 5 آقای محسن زاکری که محقق هستن از آلمان در مورد تحولات ایران در واپسین سالهای دوران قبل از اسلام صحبت میکنن. به هر حال خیلی خوشحالیم که بعد از حدود 2 سال که سعی کردیم آقای رضا قاسمی رو به اینجا بیاریم بالاخره آمدند و برنامه‌شون رو اجرا خواهیم کرد. رضای قاسمی فکر کنم چندان محتاج معرفی نیست، در عرصه‌های براستی شگفت‌انگیز گونه‌گونی کارهای بسیار بسیار درخشانی کرده، از موسیقی، از تکنوازی، از آهنگسازی، از همکاری با برخی از بهترین موسیقیدان‌ها بگیرید تا نوشتن نمایش‌هایی که جوایز متعددی بردند، رمان‌هایی که جوایز متعددی بردند، اجرای نمایش‌هاشون به زبان فرانسه، به زبان فارسی. می‌خوندم در سایتشون که اتفاقاً توصیه می‌کنم اگر می‌خواهید به قنای کارهای آقای قاسمی آشنا بشید به اون سایت مراجعه کنید، سایت دوات که خودشون اداره می‌کنن، بسیاری از آثار خودشون اونجاست، آثار دیگران اونجاست. در اونجا می‌خوندم که اولین نمایششون زحاک شد بر جهان شهریار، چه زحاک شد بر جهان شهریار، جایزه اول فستیوال توس رو برد و چون به الف الف آربی آوانسیان تقدیمش کرده بودن این کتاب هرگز چاپ نشد، چون سواک فکر کرد که این در واقع به اعلیحضرت آریامهر طعنه داره میزنه و الف الفش مردش اعلیحضرت آریامهر، در حالی که آربی آوانسیان بیچاره در غربت نشسته بود. رمان‌های متعددی داره، چاه بابل، هم نوای شبانه ارکستر چوب‌ها که اونها هم جوایزی بردن. براستی انسان شگفت‌انگیزی است از کثرت استعدادها و هنرها و اینکه در همه این عرصه‌ها دست کم اونهایی که من باشون اندکی آشنایی دارم واقعا کارش کارستانه و آدم بسیار بسیار کمال طلب و کمال جو و به کمالی است. به دانشگاه استنفورد خوش آمدید. این اولین باری است در زندگیم که سخنرانی میکنم. من هر بار منو جایی دعوت کردن معمولا می نوشتم متن حرفایی رو که میخواستم بزنم، برای اینکه اینو بارها گفتم من یه آدم کتبی هستم نه شفاهی. شاید علتش این باشه که در بچگی زیاد سرما میخوردم، بعد همیشه لوزام چرک میکرد و یادم یک روز که پدرم بردود منو پیش دکتر، دکتر گفتش که این باید لوزاشو برداری، عمل باید بشه. پدرم منو برد به اصفهان و
یادم نیست کدوم بیمارستان بود. دکتر وقتی که اومد گفتش که هیچ نگران نباش، الان یه آمپول میزنم توی لوزهات، هیچ دردی نداره، عملم خیلی ساده است، فقط دو سه روز نمیتونی حرف بزنی، هر چیزی خواستی باید بنویسی، در عوضش به بستنی میده. همینطور هم شد واقعا، و من دو سه روز مجبور بودم برای هر چیزی متوسل بشم به قلم و کاغذ. شاید همراه اون لوزه ها چیزی رو در آوردن که باعث شد من دیگه از اون به بعد مجبور باشم که حرفام رو بنویسم. به همین دلیل هم وقتی دوست فاضلم آقای دکتر میلانی دعوت کرد، گفتم من میام فقط یه رمانم رو میخونم و در جلسه پرسش و پاسخ شرکت میکنم. اما بعد به نظرم رسید که شاید بد نباشه یه صحبت کوتاهی داشته باشم، اونم امپرویزه برای کسی که اصلا آدم شفاهی نیست، با عنوان ملاقات با کتاب. همه امیدم اینه که بتونم از طریق این صحبت کوتاه ببینم میشه به این سوال جواب داد که چطور میتونیم یه رمان خوب رو از یک رمان بد تشخیص بدیم. من از این کتاب میخوام استفاده کنم به عنوان یه مدخلی بر اون چیزی که تحت عنوان ملاقات با کتاب میخوام اینجا حرف بزنم. تصورم اینه که برخورد ما با کتاب و مشخصا در این مورد خاص با رمان خیلی شبیه به برخورد ما با آدم ها. خیلی پیش میاد که در مجلسی یا در یک مهمانی با آدمی برخورد میکنیم که به نظرمون میاد که خیلی بدعخم و ترش روست، ولی اگر دوست بشیم و امکان معاشرت فراهم بیاد، بعد یهو میبینیم خیلی برعکس، خیلی اهل طنزه، خیلی خوشروه. یا پیش میاد که به کسی بر بخوریم که به نظرمون بیاد که آدم گیج و گول و اصلا معلوم نیست چی میگه، ولی اگر امکان ادامه ارتباط پیش بیاد یهو کشف بکنیم نه، این آدم یه طنز خاص خودش داره و اگر که دقت بکنیم به این طنزش رو در بیابیم، اصلا نه گیجه نه گوله، بلکه خیلی آدم دلنشینی هم هست. البته خب خیلی ملاقات ها هم برای همیشه از دست میره. ما وقتی که وارد یک کتاب فروشی میشیم واقعا چجوری چشمون میفته به کتابا؟ خیلی وقتا خوب از با یه قصد قبلی میریم، میدونیم میخوایم چه کتابی رو بخریم، حالا میریم اون کتاب رو میخریم و عجله داریم و میریم یه چیزه، ولی خیلی وقتا هم یه نگاه میکنیم روی پیشخوان کتاب فروشی و کتابایی که تازه هست معمولا میذارن اونجا، امکان نداره که همه کتابا رو ببینن. حالا شاید بعضی هم بتونن ببینن، ولی اکثریت ممکنه کتابایی رو نبینن. خود این میتونه دلایل متعدد داشته باشه. ولی فرض کنیم که کسی چشمی بیفته به کتاب چاه بابل من. شما فرض کنید این چاه بابله که نیست. طرف کتاب رو بر میداره. حالا فرض کنید اون روز اساس کشی داشته. بعد دستش تاندینیت گرفته، دانش کمترین چیزی رو که بلند میکنه دستش درد میگیره. حالا این کتابی که واقعا نمیدونم کاغذاش از سر بود، از چی بود، از سنگین بود، بلافاصله میشه زمین. یعنی از همونجا ارتباط این آدم با این کتاب قطع میشه، همونطور که ارتباط ما با خیلی کسایی که توی مجلس یا مهمونی آشنا میشیم به هیچ جایی نمیرسه. واقعا این آدما رو هرگز نمیبینیم، یا اگر میبینیم به هر حال معاشرتی از توش در نمیاد. فرض کنیم که حالا نه، طرف مشکلی نداره، کتاب ور میداره، بعد چشمش میفته به عنوان کتاب، میخونه چاه بابل.
خب از همینجا این آدم وارد سوء تفاهم میشه با این کتاب و این تأثیر میذاره روی برخوردی که با این کتاب خواهد داشت تا آخر. بعد کتاب رو حالا باز میکنه. اگر این آدم البته به کتابخونه حرفه‌ای باشه و از سواد خیلی خوبی برخوردار باشه، احتمالا ممکنه اسطوره چای بابل رو که اسطوره اسلامی ایرانی است بشناسه، برعکس براش جالب میشه و ممکنه همین باعث بشه که اصلا کتاب رو فوراً بخره. حالا اگر مثلا یه چیزی هم از برج بابل به گوشش خورده باشه دیگه، وقت ممکنه بیشتر براش جالب بشه که اصلا داستان چیه. راجع به برج بابل خیلی صحبت شده، خیلی کسا کار کردن از قضا از جمله دریدا، ولی راجع به چای بابل چون یه اسطوره است که مال ماست، غربی ها که اصلا کار نکردن و بسا که نمیشناسن. بگذاریم، از این مرحله عبور کرده خواننده، بعد مثلا کتاب رو باز میکنه، میبینه نوشته پاره صفر. پاره رو تو این کتاب چای بابل من معادلی گرفتم برای شاپیتر تو فرانسه، اینجا چاپتر میست که میگن شما انگلیسی زبانه. توی مثلا نویسنده های خودمونم از تا جایی که یادمه عناوینی مثل فصل، بخش، یا گاهی وقت هم کتاب به کار بردن، بخش اول، بخش دوم، یا فصل اول، فصل دوم، یا کتاب اول، کتاب دوم. خب یه خواننده حرفه‌ای اینجا میتونه برای سوال پیش بیاد، چرا از پاره صفر شروع میشه؟ چون معمولا هر کتابی از بخش اول یا فصل اول یا چپتر اول، به هر جور میخوان حساب کنیم، معمولا از یک شروع میشه، چرا از صفر؟ خب یک کتابخانه حرفه‌ای ممکنه همه اینا بهش یک جور مثلا گفتگوی رو باش باز کنه، یک جور نشانه هایی رو رد و بدل بکنه که با یک کتابی سر کار داره که احتمالاً یک نیات زیبایی شناسی که خاصی رو داره دنبال میکنه. من این برخورد با این کتاب رو در همین جا مثلا درس میگیرم دیگه. حالا فرض میکنیم که کتاب خونده شده، هر کتابی، نه این، گاهی ما خوشمون میاد گاهی بدمون میاد، آیا ما محقیم که اون کتاب رو نمیپسندیم یا اون کتاب محقه و ما در نمییابیمش؟ درست مثل اون آدمی که میگم در اول به نظر میاد آدمش گیج و گول، ولی بعد میبینیم نه، اصلا این داره با یه طنز خاصی صحبت میکنه. به نظر من هر نویسنده جدی یک نیات استتیک خاص خودش داره که در کارش سعی میکنه این نیات استتیک رو اعمال بکنه یا دنبال بکنه یا جستجو بکنه اصلا تا ببینه به اون راهی رو که فکر کرده که ممکنه به یک ده تازه‌ای برسه آیا نتیجه بخش هست یا نه. خب اگر ما نیات استتیک یک نویسنده رو در نیابیم، خیلی طبیعی است که از اون کار خوشمون نیاد. حتما شما همتون این تجربه رو دارین، من خودم هم داشتم، کتابی رو خوندم و بعدم اومده، بعد سالها بعد خوندم خوشم اومده، یا اینو در مورد فیلم هم صادقه، در مورد نقاشی هم صادقه، در مورد هر چیزی. عکسش هم هست، یعنی کتابی رو خوشمون اومده ولی سالها بعد
دیدیم که نه کتاب چندان مالی هم نبود و اون موقع ما توقعمون از ادبیات توقع ناچیزی بوده این نیات استتیک نویسنده اهمیت خیلی زیادی داره وقتی که فلوبر میگه من وقتی خواستم که رمان تربیت احساسات رو بنویسم خواستم یک رمانی رو بنویسم که برخلاف معمول نه روی قاعدهش بلکه روی این مخروط روی رأسش بنا شده باشه خب این نیت خیلی نیت عجیب غریبی بود که فلوبر دنبال کرد و اگر ما این رو ندونیم ممکنه قدر این کتاب رو هم ندونیم کما اینکه اکثرا وقتی که صحبت فلوبر میشه هم میگن مادام بواری ولی افراد خیلی خاص خصوص توی نویسنده ها ترجیح میدن تربیت احساسات رو یا مورد دیگه ای که میتونم مثال بزنم تولستوی 20 یا 22 سال بعد از فلوبر بعد از مادام بواری فلوبر آنا کارینا رو می نویسه بر اساس شواهدی هم که در دست هست تولستوی خونده بوده رمان فلوبر رو ولی کاری که میکنه کار درخشانی است که اونایی که اهل به طور جدی اهل ادبیاتن مطلقاً به این فکر نمی‌کنن که این دو تا کتاب اصلا مضمونش یکیه هیچ کس متهم نمی‌کنه تولستوی رو به این که از فلوبر دزدی کرده من روی این نکته می‌خوام این مقدار تاکید کنم برای که توی جامعه ایران متاسفانه به محض اینکه کمترین شباهت بین دو تا کار پیش میاد فوری صحبت از سرقت ادبی می‌کنن ولی متوجه این نکته نیستن که ده تا نقاش میتونن مثلا جلوی کلیسا بشینن ده تا نقاش با سبکای مختلف و نقاشی بکنن و ده تا اثر مختلف ارائه بکنن تو نقاشی این رو ما میپذیریم ولی تو ادبیات چرا نمیپذیریم شخصا توی زمان من با نمایشنامه‌نویسی شروع کردم وقتی که نمایشنامه نوشتم واقعا سوالم دائم از خودم این بود نمایشنامه چیست کارگردانی تئاتر هم که به فاصله کمی شروع کردم باز سوالم این بود تئاتر چیست به رمان نویسی که رسیدم واقعا سوالم همین بود و هنوزم هست و هر کتابی که من نوشتم برای این بوده که بفهمم رمان چیست در نقاشی تقریبا ما نقاشی رو نمی‌شناسیم که پورتره نکشیده باشه ولی وقتی که نگاه بکنیم به نقاشای مختلف سبکای مختلف در نقاشی که همتون میشناسید این نقاشی که الان من نشون میدم این کار داوینچی خب یه جور شخصیت پردازی است اینم یه جور شخصیت پردازی است چون من خودم شخصا فکر میکنم که پورتره در نقاشی معادل با شخصیت پردازی در رمان ولی حالا نکات دیگه هم هست که عرض خواهم کرد از اینکه خیلی سریع اینا رو رد میکنم چون فقط غرض این است که در یه نگاه خیلی سریع حالا این باز کار امپرسیونیستیه کاملا تفاوت کار آشکاره این هم همینطور
این یک کار اکسپرسیونیستیه، مثلا آدم میبینه تفاوت کار رو. همه اینا در واقع به اصطلاح یک شخصیت رو نشون میدن ولی به شیوه های مختلف. اینم دون کیشوت باز همتون میشناسید، کار پیکاسو، که اتفاقا این توی سرنوشت رمان نویسی من خیلی نقش مؤثری داشت، برای اینکه من وقتی هم نوایی رو مینوشتم به این کارهای پیکاسو که رسیدم فکر کردم که آیا میشه توی رمان هم با چند تا خط ساده یک پرسوناژ رو معرفی کرد. این نقاشایی که ما چند تاشون پورترایی که کار کردن دیدیم، اینا خب کارهای دیگه هم کردن، ولی تمام کاراشون باز به همین شیوه است کم و بیش. حالا کم و بیش که میگم، فرض کنید تو دوره آبیش مثلا پیکاسو یه جور کار میکرده، بعدن که به کوبیس میرسه یه جور دیگه میرسه، یه جور دیگه کار میکنه. حالا اینا بحث جداست، کار ما هم اینجا نقاشی نیست. فقط من اینو خواهم بگم که این نقاشی پورتره فقط معادل شخصیت سازی نیست، یه چیزی فراتر هست که من اسمش میذارم نوع روایت. یعنی یک نقاش اکسپرسیونیست به یه شیوهی جهان رو روایت میکنه، حالا موضوع سوژه نقاشیش هر چی باشه، مثلا طبیعت بی جان باشه یا نمیدونم یک آدم باشه یا یک چیز دیگه، در نهایت یه شیوه روایت رو داره دنبال میکنه. توی رمان نویسی هم ما دقیقا همین شیوه ها رو داشتیم، یعنی رمان نویسی رئالیستی داشتیم، اکسپرسیونیستی داشتیم، همه جورش داشتیم. ولی یک رمان نویس امروز، اگرچه رمان نویسی رئالیستی یک به اصطلاح شیوه مسلطه، ممکنه در طول رمانش شگردهای مختلفی به کار ببره یا از سبکای مختلفی استفاده بکنه. و کمان که من توی رمان چاه بابل، اگر اونایی که خونن یادشون باشه، مثلا صحنه ای هست که فوژه با زنش نشستن کنار استخ، یه فضایی هست که از یه طرف نور ماه، لکه‌هایی که از لای برگا رد شده و به صورت اینا میخوره، یه جور خب طبیعتا روشنایی خاصی میده که امپرسیونیستیه. بعد اون تصویر درخت ها توی آب افتاده، همزمان سایه درخت ها هم توی آب افتاده. من این فضا رو دیدم که اصلا چجوری میشه در آورد. فکر کردم که من هیچی راهی ندارم جز این که یه تصویر هم این صحنه رو با یه سبک امپرسیونیستی ارائهش بکنم. این کار رو هم جز به مدد زبان نمیشه کرد، که حالا اینجا به یکی دیگه از به اصطلاح نیات استتیک خود من میخوام اشاره کنم، چون اینجا قرار من از ورای تجربیات شخصی خودم ببینم این مسئله رو میشه جواب داد یا نه. یادم هست دوره جوانی ما صحبت زبان اصلا نبود، میگفت صحبت نصر بود و همه هم میگفتن یه مثلا نصر آل همت خیلی زیباست، نم نصر گلستان زیباست. به گمانم با ترجمه شدن اولین کتاب درباره ویتگنشتاین بود که یواش یواش شروع شد که توی ایران راجع به زبان صحبت بشه و اصلا دیگه حالا کاملا روشن، هیچ کس صحبت از نصر این رمان نویس یا اون رمان نویس نمی کنه، صحبت زبان می کنن. شخصا یکی از دغدغه‌های اصلی من از همون سالهای اول انقلاب زبان بود. و من نشستم 3 سال تمام نشستم، شروع کردم از قدیم ترین متن، شروع کردم به خوندن، چه شعر چه نثر، و اومدم جلو.
از این میراث طبیعتاً من باید استفاده میکردم، بخصوص چون من جنوبی بودم، جنوبی که بودم، من زاده اصفهان هستم ولی 6 ماه هم بود آوردنم به جنوب، پدرم کارگر شرکت نفت بود و من تو فضای جنوب بزرگ شدم. توی جنوب برخلاف نقاط دیگه ایران با یه چیزی حدود شاید 500-600 کلمه مردم حرف میزنن، این از نظر مثلا حجم لغاتی که استفاده میکنن. بعد جمله بندی ها که دیگه اصلا حرفشون نزن، یعنی نصف حرفشون رو با کلمه میگن، نصف بقیش رو با بدنشون ادا میکنن. مثلا اون طرف قرار داشته دیر اومدیم، نه خب چی اصلا تو داری تو صدی آزم خب به تصور من از اونجا اومدم، حالا باید فارسی بنویسم، حالا اون موقع نمایشنامه، بعدش هم رمان، اینا باید جور میکندم. من یادم مرداد بهار، یادش بخیر، یه روز رفته بودم پلوش، اون موقع داشتم نمایشنامه ماهان کوشی ها رو مینوشتم، رفتم پلوش که ازش کمک بگیرم که منابعی که میشناسه راجع به خضر به معرفی کنی که من برم بخونم اینا. بعد یک چیزی رو برای من تعریف کرد خیلی جالب بود، گفتش که من یه موقعی داشتم باغچه‌م رو درست میکردم و نردکشی‌هاش رو عوض میکردم، چند تا کارگر آورده بودم، اینا خراسانی بودن. بعد دیدم وقتی اینا حرف میزنن مثل بی‌حقی حرف میزنن، بعد من شک کردم، گفتم شاید مثلا این بیچاره مثلا آدم حسابی تحصیل کرده، آدم حسابی در این معنی ها تحصیل کرده و اینا، و حالا از بد روزگار افتادن به عملیگی. بعد گفتم، از یکشون پرسیدم پدر جان تو مثلا چند کلاس سواد داری؟ گفتم من سواد ندارم. بعد گفتم اهل کجایی؟ حالا گفت یکی از این دهات خراسان بود. میگم اونجا متوجه شدم اینا اصلا به طور طبیعی همشون اینجوری صحبت میکنن، جون نکندن برای زبان. و ما اینو توی نویسنده های خراسان هم اکثرا میبینیم که هم تو نویسنده هاشون هم شاعرانشون که تو زبان خیلی قوی بودن، ولی یه آدمی مثل من و اکثر نویسنده های جنوب اینا یا توی زبان مشکل دارن، یا اگر مشکلشون حل کرده باشن با جون کندن حل کردن. خب طبیعتا مثل هر آدم ناشی من شروع کردم این کتابای قدیمی رو که میخوندم. من یادم مثلا زمانی که داشتم چو زهاک شد بعد جان شهریار رو مینوشتم، سورابادی، تفسیر سورابادی از قرآن رو میخوندم. خب تای تفسیر سورابادی شده بود زبون نمایشم که اصلا مسخره است. یعنی اگر شعورش رو میداشتم اون موقع، یا چه بگم، اگر تجربه بیشتری می داشتم، طبیعتا هیچ کسی بهتر از خود فردوسی نمیتونست به من کمک بکنه برای زبون اون نمایش. ولی بعدها که یک کمی تجربه هم بیشتر شد، یک کمی بزرگتر شدم، عاقلتر شدم، اینا دیگه توی این ثروتی که به من رسیده بود دنبال چیزهای دیگه می گشتم. مثلا فرض کنید میرسیدم به این بیت حافظ، مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق. مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق، نه طاقت ماندن نه جای مقام. بعد یهو میدم که عجیب، این بیت اصلا فعل نداره. بعد میرم تو زبان دیگه، من واقعا فکر نمی کنم همچی امکانی وجود داشته باشه که شما جمله بسازید که فعل نداشته باشه. بعد میگشتم ببینم خب چرا این چیکار کرده که تونسته یه جمله بسازه که فعل نداشته باشه. بعد متوجه شدم مثلا شما ببینید اگر بگه فقط مرا نه دولت وصل، اگه بگه مرا نه دولت وصل، جمله ناتمامه. ولی اون نه بعدی هست و
نه احتمال فراغ. حتی اگه ادامه هم ندید که جمله همینجا یه جمله کاملیست، هیچ کس هم احساس نقص نمی کنه. همه اینا برای من راه گشود. یا البته بگم حافظ اولین کسی نیست، من چون این قضیه خیلی جلب توجه هم کرده بود گشتم و دیدم پیش از او عنصری یه بیت داره که همین جوریه، یعنی کاملا بدون فعله. یا مثلا یادم یک یادداشت نوشته بودم تو فیسبوک هم بود، همین اواخر هم باشد، مثلا یک دو سه سال پیش بود، نوشتم که حالا یادم نیست، مثلا کاسه سه‌تار افتاد شکست، پسرم را فرستادم برود چسب بگیرد، نقطه، رفت خرید آورد. این جمله از سه تا کلمه تشکیل شده، هر سه تاش هم فعله. هر چی فکر کردم تو زبان فرانسه امکان نداره شما یه جمله بسازید که فقط سه تا فعل باشه. انگلیسیش رو نمیدونم، شما بهتر میدونید. به هر حال این جور دقت ها به من کمک کرد که حالا فعل مثل اگر توی چاه بابل میخوام این صحنه رو که واقعا من به هر بار بهش فکر میکنم واقعا جز یه تصویر امپرسیونیستی هیچ جور دیگه نمیبینمش، تونستم با زبون این رو در بیارم. یعنی دیگه زبان برخلاف دوره جوانی من و کل نویسندگان اون دوره تا اونجایی که من میدونم و تو استاد بزایی بهتر میتونن توضیح بدن که اگر جور دیگه بوده، اون موقع اصلا صحبت نثر بود، هر کی نثرش قشنگ بود به اصطلاح شاخص میشد، در که دیگه زبون در این معنا برای من اصلا زیباییش مطرح نیست، فونکسیونش مهمه. از اینجا به بعد یکی دیگه از نیات زیبایی شناسی که توی کارهای من شد زبان. حالا از همه حرفا که بگذریم، این سوال پیش میاد که اومدیم ما نیات زیبایی شناسی که نویسنده رو فهمیدیم چیه. خب این رمان آیا خوبه یا نه؟ این رمان میتونه خوب باشه به شرطی که ببینیم خب ما فهمیدیم میخواستی چه کار بکنی ولی و موفق شدی، ولی اگر ببینیم موفق نشده خب ما میتونیم بگیم این رمان بده. ولی این ما کی هست که میگه این رمان بده؟ اینجا مسئله در نهایت هر چقدر هم سواد داشته باشیم در نهایت مسئله سلیقه هست. دو تا آدم با سواد میتونن دو تا نظر مختلف داشته باشن در مورد یک اثر هنری. من در دنیای تئاتر مثلا آربی آوانیسیان برام یکی از باشعورترین آدم هاست، ولی یادمه مثلا از بورخس وقت گفت خوشش نمیاد من موقع تعجب میکردم، الان دیگه اصلا تعجب نمیکنم، برای اینکه خود من یادم مثلا در دوره جوانیم پازولینی برام یه فیلمساز بزرگ بود، ولی الان دیگه حاضر نیستم پازولینی ببینم. عکسش فلینیه، یعنی همین چند شب پیش از قبل که بیام از بیکاری تلویزیون رو من روشن کردم، دیدم که داره زندگی شیرین رو نشون میده. اصلا میتونم بگم که اهمیت و عظمت این آدم در ذهن من بیشتر شد، برای که دیدم اصلا من احتیاج ندارم این فیلم رو بدونم داستانش چیه، چون یادم رفته داستانش چیه. من شاید حدود 40 سال پیش کانون فیلم که میرفتم این فیلم رو دیده بودم، ولی پلان به پلان این کار و شیوه اصلا روایت فضا سازیش دیدم که خیلی خیلی بیشتر به من لذت میده تا 40 سال قبل. بنابراین
در نهایت سلیقه هم هست، اشتباه هم هست. یعنی هممون احتمالاً میدونیم که در جستجوی زمانهای از دست رفته رو آقای که بود آندرژید که مسئول مثلا کمیته لکتور انتشارات گالیمار بود، مسئول جز اون چند نفری بود که قرائت میکرد و باید تصمیم میگیره و مسئول اصلی بود، خب رد کرده بود، خودش هم چند سال بعد به اشتباهش پی برد. به هر حال این صحبتایی که کردم میدونم خیلی بریده بریده بود، خیلی گسسته بود، فقط یه جور فراهم کردن مواد خامی بود برای اینکه بعد موقع گفتگو اگر جایی ابهام چیزی هست یا اگر شما نظر متفاوتی دارید منم استفاده بکنم یا با هم دیگه گفتگو بکنیم. من عرایزم در اینجا تموم شد، نمیدونم چقدر وقت داریم آجور. یعنی الان میمونه این رمانه که من بخونم، نمیدونم وقت آنتراکت میدین یا چجوریه داستان. نه خسته نیستم، برای که اون دیگه انرژی نمیبره. اینجا من مجبور بودم، یک آدم شفایی مجبور موقتا، یک آدم کتیم مجبور بود موقتا شفایی باشه. حالا این رمانم خیلی باش برمیگردم به اون صحبت های نیت های زیبایی شناسی. من یادم در دوره جوانیم تحقیر میکردم همسر حسین مستعان و اینا رو، چیه اینا مثلا میشینن رو هر روز هر هفته مثلا یه تیکه از داستان رو مینویسن و اینا. بعد یک جایی سوال شد برام که آیا واقعا خب مثلا خودتو تحقیر میکردی اینا رو، یا احتمالا اون موقع هم هنوز تحقیر میکردم، آیا خودتو اصلا داری تواناییشو که این کارو بکنی؟ یادم این رمان وردی که بر راه میخوانند رو که حالا مورد استفاش پیدا شد. این بعد این سومین رمان منه. اینو که مینوشتم اون موقع وبلاگ مینوشتم. نمیدونم شما تجربه وبلاگ نویسی دارید یا نه، چون به هر حال بعضی نسل وبلاگن، بعضی نسل فیسبوکن، بعضی هر دو، بعضی هیچ کدام. در حال من جز اولین وبلاگ نویسا بودم. بعد یه روز به خودم گفتم به جای این چرت و پرتایی که هر روز می‌نویسم پس ببینم میشه این چرت و پرتا رو سرهم کرد و یه رمان همینجوری وبلاگی نوشت. شروع کردم و هر شب یک قسمت نوشتم، 40 شب اینو نوشتم و بعد وقتی تموم شد یه بازنویسی کوتاه کردم. ولی البته اینم توی پرانتز بگم 5 سال طول کشید این کتاب رو منتشر کنم، برای اینکه تو این 5 سال تردید شدید داشتم که آیا همینی که هست حالا یه کمی دستی به سر گوشش بکشم و منتشر کنم، یا اینکه نه خب این حالا یه ایده خوبی در اومده بیام بشینم از نو از اول بازنویسی کنم. در نهایت به خودم گفتم این رمانی است که در شرایطی ویژه نوشته شده و بهتره که من همین رو به همین شکلی که از منتشر بکنم. پروانه ها و امکان ها در واقع یک قدم دیگه تو این مسیر من جلوتر رفتم. دیگه حالا من فیسبوکی شده بودم و هر روز تو فیسبوک چرت و پرتایی می نوشتم و یکی از چرت و پرتایی که نوشتم درست شروع این رمان. این پاره یکم رمانه، اسمش هست همه فرشتگان وحشت زایند. این البته تکیس از یک شعر ریلکه. بعد چیزی که رو فیسبوک نوشته بودم که یک اتفاق واقعی بود این بود. تا اینجا من بدون اینک کار کردم، معجزه است.
خب یکی از دوستان لطف کرد و دو سه هفته پیش به سوغات بسته پسته خام آورد. ریختمشان توی جعبه شیکی که سابقا مال شکلات بود. نقطه. مال شکلات. دو سه روز پیش که درش را باز کردم و چند تایی از آنها را خوردم خبری نبود. اما آن آخری ها یکیشان تلخ زد. فکر کردم چون چشمهایم به مونیتور بوده دقت نکردم و احتمالاً یکی را خوردم که خراب بوده. امروز که در جعبه را باز کردم پسته ای بخورم، ده بیستایی پروانه بیرون زد از جعبه. تازه فهمیدم آن تلخی مزه قتل پروانه ای بوده. نمیدانم با پسته ها چه کنم. حالا دیگر روشن است که میخ شدن به مونیتور می تواند باعث قتل های زنجیره ای بشود. یکی دو روز که گذشت احساس کردم که این پروانه واقعا اذیتم میکردم. دور و سر من اونجوری نه دور به شکل چیز اون شکلی که مارکس صحبت کرده، ولی توی فضا بودم و یکیش بود که مثل کوچیکم بودم دور سر من میچرخیدم، واقعا تمرکزم رو به هم میریخت. این بود که فکر کردم که خب حالا اصلا بیام این پروانه ها رو ببینم باش چه کار میتونم بکنم. قسمت دوم. از روزی که پروانه ها آزاد شده اند حالا هی باید مواظب باشم آنها را لگد نکنم. به هر طرف میروم هستند. یکی دو تایشان می نشینند روی تخت کلید، یکی دو تا هم گوشه مونیتور. وقت نوشتن باید حواسم باشد از بعضی حروف صرف نظر بکنم. ماوس را که جابجا می کنم باید حواسم باشد هر جایی کلیک نکنم. وحشت می کنند. فکر کردم بهتر است پسته ها را نگه دارم برای آنها. دیشب مقداری پسته را ریختم توی یک بشقاب گذاشتم روی میز. گفتم خودشان هر جور خواستن از خودشان پذیرایی میکنند. یک نلبکی آب هم گذاشتم بغلش. امشب رفتم پنجره اتاق را باز کنم. اتاق را دود سیگار گرفته بود. دیدم یکیشان به پشت لم داده روی کاناپه، یک پا را هم انداخته است روی آن پا. پنجره را که باز کردم رفتم بالای سرش. دیدم انگشت سبابهش راه خم میکند به طرف جلو. سرم را جلو بردم. دم گوشم گفت حالا یک ماش هم بده لطفا. یادم افتاد به ماجرای آن زنبور، اما این قضیه بماند برای بعد، شاید یک وقتی نمیشتمش. قسمت سه. نقل است که چون از مکه می آمد به همدان رسید. این تیکه از تذکرت الاولیاء عطار. نقل است که چون از مکه می آمد به همدان رسید. تخم معصفر خریده بود. اندکی از او به سر آمد. زبان رو می بینید؟ تو چیزی احتمالا کیسه ریخته بود. یه مقدار زیادی اومده بوده. برخرقه بست. این خلاصه نویسی رو حسرت برای ما امروز. چون به بستام رسید یادش آمد. خرقه بکشاد. مورچه از آن به در آمد. گفت ایشان را از جایگاه خیش آواره کردم. برخاست و ایشان را به همدان برد. آنجا که خانه ایشان بود بنهاد. دیومه بسته اینجا. حالا راوی میگه گمان میکردم حالا میگوید تو بایزیدی یا چه میدانم تو بلحسنی. آخر بر در آرامگاهش نوشته است هر کس که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. اما گونه‌ام را که جلو بردم به جای ماچ سیلی محکمی به گوشم زد. قاتل. چهار. از دیروز به خاطر آنها سیگارم را توی توالت میکشم. این هم از وضع کار کردنم. میخواستم بنویسم جاله، مجبور شدم بنویسم زاله. از بس چون باطمه زده اند روی کلیدها. یکیشان که گنده تر است از بقیه رفته است درست بالای مونیتور. یک پایش را هم انداخته است روی آن پا و دائم تکان تکان می دهد. مدام پایش می خورد به صفحه مونیتور. گفتم ارباب
این مونیتورها چیزند؟ یعنی صفحهشان شیشه ای نیست که محکم باشد، کریستال مایع است. گفت باشه، بود تو خوب. دیدم پسته ها را نمیخورند. گفتم به غذایتان لب نزده اید. یکشان گفت این مال بچه هاست. گفتم میگویید چه کنم؟ یکشان گفت چلو کباب. حالا که اینها را می نویسم روی زانوهایم ایستادم و می نویسم، چون یکی دوتا ایشان نشستند روی صندلیم. زانوهام تیر می کشد از درد، با این حال ناچارم کار بکنم. پروانه و پسته را گوگل کردم، دارم نتیجه را می خوانم که این ارباب پایش را از روی آن پا بر می دارد و هر دو را آویزان می کند وسط صفحه. می گویم پایتان لطفاً. میگوید حالا گوگل میکنی ما رو. سرم را کج میکنم تا کلماتی را بخوانم که زیر پاهایش پنهان شدند. میگوید در ضمن به ما هم دیگه نگو ارباب، میدونی اون کیه؟ و با سر اشاره میکند به آن یکی که دراز کشیده است روی کاناپه. نگاه میکنم به آن یکی که دراز کشیده است روی کاناپه، جای سیلیش هنوز روی صورتم مانده. دوباره خیره میشم به پاهای این یکی. لکه های سیاهی اینجا و آنجا روی صفحه مونیتور توجه هم را جلب می کند. یک دستمال کاغذی بر می دارم و صفحه را تمیز می کنم. وقتی می رسم به پاهایش می بینم باز انگار رنگار. اگر ممکن است پاهایتان را لطفاً، از جایش تکان نمی خورد. مجبورم پاها را دور بزنم. کارم که تمام می شود می خواهم دستمال را دور بیاندازم. بی اختیار آن را بو می کنم. طور ترسناکی نگاهم می کند. این رمان تا اینجاش رو که من نوشته بودم به طور طبیعی یک رمان مولتی مدیا شد. یعنی حالا اینجا یه ویدیو توش هست، نمیدونم الان مثلا تصویری پروانه هست و این صفحه دقیقا از گوگل، مثلا از گوگل نه، به مدد گوگل سرچ شده که یک بخشی در مورد پروانه شناسی. پروانه میگه پس میخوایی مبارزه کنی با ما. خیره شدم به پاهایش. طوری آنها را آونگوار روی صفحه حرکت میداد که غیر ممکن میکرد خواندن بقیه مطلب را. مبارزه؟ من چطور میتونم اصلا به فکر مبارزه باشم؟ من در تمام مدت فقط میخ این جمله شده بودم. این آفت غالبا بر روی درختان مسن یافت میشود. یعنی ممکن است من یک پسته باشم؟ همین است، من یک پسته هم. شیخ احمد جامی هم یک پسته بود. خودم با چشمان خودم دیدم از وسط قبرش یک درخت پسته سبز شده بود. هر چند دوره و زمانی است که آدم نمیتواند با یقین بگوید، شاید هم قبر بایزید بسطامی بود، نمیدانم. به هر حال قبر یکی از این دو نفر. باید این را هم گوگل بکنم. بله همین است، من یک پسته ام، آن هم پسته خندان. با آن که یک جور طعم تلخی زیر دندانم هست، اما همیشه میخندم. این را باید به آن یکی بگویم که دراز کشیده است روی کاناپه. این مردک که اصلا حالیش نیست. اینطور که با پوتینهایش میکوبد روی صفحه مونیتور، تا به حال هزار بار باید شکسته باشد آن را. این را به شرکت سامسونگ بگویم کلی بابت یک فیلم تبلیغاتی درجه یک پول میدهند به من. پوتینهایش؟ بله دارم میبینم، جلوی رویم است. یک جفت پوتین نظامی سیاه. 6. آشپزخانه من اوپن است. وقتی داشتم ظرف ها را میشستم پشتم به آنها بود و همین مرا نگران میکرد. اما توی جا ظرفی درست روبرویم یک کاسه سالادخوری استیل براق بود که وارونه بود و نقش آینه بغل ماشین را برای من بازی میکرد. کمترین حرکت آنها را میدیدم. تای کاسه چون مقعر بود تصویرها را یک جوری نشان میداد. وقتی میگویم یک جوری، یعنی همه چیز شکلی هیولایی پیدا میکرد. با این همه چند باری دیدم که با ایما و اشاره چیزی به هم میگویند.
در وضعیت‌های دیگر این که سرت را بالا کنی و ببینی دو نفر دارند با ایما و اشاره چیزی به هم میگویند نفرت انگیز است. دست کم اعتماد را ویران می‌کند، اما در وضعیت حاضر ترسناک بود. بخصوص که در حین ظرف شستن به نکات هولناک دیگری هم پی برده بودم. پروانه ها یکی یکی غیبشان زده بود. فقط همین دوتا نره خر مانده بودند و یک پروانه فسقلی دیگر. صبح که نشسته بودم پشت کامپیوترم، مثل هلیکوپتر پلیس آمد چند باری بالای سر من گشت زد و رفت. عجیب این که برخلاف این دوتا نره خر که روز به روز بزرگتر و بزرگتر می شدند، آن یکی جسش کوچک و کوچکتر شده بود. روزهای قبل حس کرده بودم انگار تعدادشان رفت رفته دارد کم می شود، اما گمان می کردم لابد همین گوشه و کنارها می پلکند برای خودشان. آن یکی که نشسته بود روی مونیتور گفت: مگر ریدن توی این بشقه ها که اینقدر می شوریشان؟ ضربه ای بود قوی تر از اتصال برق. این جمله مال یکی از رمان هایم بود. حس کردم فاجعه‌ای در راه است. شستن ظرف ها را نیمه کاره گذاشتم، دستم را خشک کردم و آمدم کنار این یکی که دراز کشیده بود روی کاناپه. گفتم: من قبول دارم وقتی پسته را میخوردم یک مزه تلخی زیر دندانم حس کردم، اما آدم لازم نیست حتما چیزی بخورد تا طعم تلخی را زیر دندانش حس بکند. بنده گوه خورم اگر خواسته باشم پروانه ای را بخورم. بله، همینطور زانو زده جلوی کاناپه سرم را چرخاندم به طرف صدا. نشسته بود همچنان آن بالا و پایش را یک ریز میکوبید به صفحه مونیتور. آن مونیتور چیز است، یعنی بنده گوه بخورم اگر از این به بعد خواسته باشم پسته بخورم. همش تقصیر این حمید رضاست. هر دفعه میرود ایران یک چیزی میآورد برای من. خب تقصیر من چیز که او آدم مهربانی است. بروید دقیقه او را بگیرید. میتوانست چیزی نیاورد. میتوانست انجیر بیاورد به جای پسته، یا چه میدانم میتوانست فندق بیاورد. بنده تا به حال نشیدم کسی بگوید از توی فندق پروانه بیرون آمده است، یا چه میدانم شاید هم بیرون آمده باشد. اگر اجازه بدهید فندق را هم گوگل بکنم. سکوت مثل ته آسانسور بود که همینطور پایین می آمد تا مرا زیر خودش له بکند. گفتم: اینجاها تلخی هم یک مزه ایست مثل بقیه مزه ها. ارج و قرب دارد برای خودش. وقتی چیز تلخی میخورند فکر نمی کنند چیز بدی خورده اند. چیزهایی مثل آبجو، قهوه، خردل یا همین پنیر راکفور اصلا یک کاری میکنند که عمدن کپک بزند. کپک هم تلخ است. ناگهان فهمیدم مرتکب حماقت بزرگی شدم. حالا اگر بند میکردن به کرم پنیر، نوع آکاریان است. کرم پنیر آکاریان حشری است وحشتناک. درست است که پروانه نیست، اما خب این هم یک جور حشره است. باید این رو هم گوگل بکنم. یک وقت دیدی مثل آن اوزنبرون که ناگهان زیر دومش یک فلس پیدا کردند، این یکی هم یک جایش یک بال کوچک پیدا شد. به هر حال این حشره آدمخوار است، یعنی از اجزای مرده بدن ما تغذیه میکند. رختخواب ما یک سیاره است برای این حشره، یعنی در هر یک گرم از غبار رختخواب ما 25 میلیون از این حشره زندگی میکند. حالا اگر متهمم میکردن به قتل عام حشرات، 26 سال است هر روز پنیر راکفور میخورم. اگر حساب کنند تعداد قتل هایم بیشتر میشود از قتل عام هیروشیما و ناکازاکی. وحشت زده گفتم: تقصیر من چیست که اساس خلقت عالم بر قتل است؟ این عرفا یا علم الاشیا و جانور شناسی نمی دانستند، یا پایشان را از خانه بیرون نمی گذاشتند، یا شاید هم اصلا بدون دهن و مقعد به دنیا می آمدند. وگرنه چطور ممکن است همه همدیگر را بخورند و بعد بگوییم اساس خلقت عالم بر عشق است؟ اجازه بدهید
من الان روی یوتیوب یک فیلمی نشانتان بدم، ببینید چطوری یک مار 10 متری یک مار 9 متری را درستی میبلد. من فکر میکنم یک جای این خلقت یک اشتباهی چیزی پیش آمده است، یا شاید هم برنامه خلقت در اساس بی عیب بوده، اما یک کسی ویروسی چیزی واردش کرده. من فکر میکنم ما باید همگی دست به دست هم بدهیم و به خداوند کمک بکنیم. مگر نمیشد بدون دهن و مقعد به دنیا بیاید موجودات نور بخورند جای غذا؟ از روی کاناپه بلند شد، پاهایش را روی زمین گذاشت و نشست. دستهایش را چف کرد توی هم و انگشتانش را شکست. چپ چپ نگاه هم کرد. بلند شو. زنگ بزن دوتا خانم خوشگل بیاین. توپل باشند ها. خب کافیه؟ من یه چیز کوچیکم آوردم، میشه قبل از سوال جواب برای رفع خستگی. یکی از آخرین کارهای موسیقیاییم را به سمع و نظر شما برسونم اگه مایلید. آلبومی است که در مرحله میکساژ بودیم، میکساژ هم هنوز در حد 80-90% هنوز کار داره، ولی بد نیست، چون اینجا هم باز یک نیت زیبایی شناسی در کار بوده که البته به هیچ وجه تضمین کننده مرغوبیت کار نیست، ولی دور ریتم یه چیزیست که توی موسیقی هندی وجود داره، توی موسیقی ایرانی هم وجود داره و به احتمال بسیار زیاد از دوره صفویه که به هر حال شیعیان آمدن ریختن سر ما و موسیقی رو خوردند و هرچی قطعات ریتمیک بود تقریبا حذف شد و فقط آوازی ها موند. احتمالاً تا قبل از اون دوره ریتم بوده، نشانهاش هست، چند تا گوشه توی ردیف هست که نشون میده که اینا وجود داشتن، ولی به هر حال فراموش شده. یکی دو تا تلاش پراکنده میشناسم توی این 34 سال شده برای احیای دور ریتم. این کار یه تلاشی است که من برای احیای دور ریتم کردم. خب من در خدمت شما. سبک من نیست البته، ولی من جز کسایی هستم که ترجیح میدم که نشکنم. تجربه خودم چه در مورد تجربه خودم در مورد محاور نویسی در فارسی صحبت کنم؟ یادم همون دوره‌ای که در دانشکده هنر زیبا دانشجوی تئاتر بودم، یک ترجمه از کارهای چخوف خوندم، اگه اشتباه نکنم ترجمه پریس صابری بود، و یک ترجمه هم از همون کار که
که مرغ دریایی بود خوندم که ترجمه فکر میکنم هوشنگ پیرنظر بود اگه اشتباه نکنم. حافظه من اصلا قابل اعتماد نیست سال هاست. به هر حال دو تا ترجمه بود، یکیش شکسته بود زبان رو، یکی نشکسته بود. من حس کردم که اینی که زبان رو نشکسته چقدر تأثیرش عمیق‌تر روی من. علتش هم اینه که برخلاف تصور اون دوران که فکر میکنن تئاتر باید واقعی باشه، نمیدونم واقعیت رو بازنمایی بکنه، در مورد ادبیات هم همین فکر رو میکردن، اتفاقا این زبان نشکسته کمک میکنه که به ما این احساس رو بده که ما حالا با یک نمایش طرفیم، یک بازی است، اون چیزی که ما ببینیم واقعیت نیست. این خیلی کمک میکنه. بعدها یک فیلم دیدم از گودار، بعد گفتگو که میکردن، یه گفتگوی با هنرپیشه‌اش میکرد تو اون برنامه، ژرار دپاردیو گفتش که گودار از ما خواست که وقتی این دیالوگا رو میگیم، میگفت اصلا نمیخواد احساس بذارید، نمیخواد بازی بکنید، طوری که انگار تکست رو دارین از رو متن میخونید، اینجوری عمل کنید. این برای من خیلی جالب بود، یعنی احساس کردم که پس من استنباطم غلط نیست که نمیشکنم زبان رو و میخوام یه فاصله بذارم. اصلا توی رمان ها مثلا دائم اصرار دارم که ببین این رمانه، این اصلا حقیقت نداره، اینجوری نیست که فکر کنید یه واقعی رو دارم میگم. خیلی ولی اتفاق عجیبی که افتاد توی چاه بابل، از میان اون همه دیالوگ یک دیالوگ بود که اون یارو که مأمور جره ثقیلی است که جسدها رو بالا میشه اعدام میکنه افراد رو، اون تنها که جایی بود که شکستم دیالوگ رو و بعدها هرچی تلاش کردم که اونم نشکنم دیدم موفق نمیشم، یعنی یک مقاومت میکنه در متن در مقابل اراده من. بعد فکر کردم که درستش همینه. نمیدونم چه فرقی بود، اینا رو کار من نیست، اصلا آنالیز متن یک نویسنده یا اثر یک هنرمند اصلا کار خود هنرمند نیست. اگرم کسی بکنه نمیدونم، من یکی حاضر نیستم به هیچ قیمت این کار، من فقط تجربه شخصی رو میتونم بگم که این مقاومت کرد و من همیشه نتیجه مثبت گرفتم. یعنی بارها شده من توی کارم یه تیکر رو نپسندیدم و همیشه یه قسمت انباری دارم، فوری حذف میکنم میذارم اونجا، بعد فرداش که کار رو میخونم اگر اون بی خود باشه این کار من، اونجا مثل جای خالی دندون حس میشه، پیش اومده که دوباره از انباری درش بردم گذاشتم سر جاش، ولی از اون ور قضیه هم بوده که حذف کردم، بعد یه گفتم چه کار اصلا روان شد، چه درست شد اصلا، اونجا چرا اینجوری شده من نمیتونم، فقط این یاد گرفتم که اگر که اون در مقابل تو مقاومت کرد یعنی درسته. توی همنوای شبانه هم که اولین رمان من بود یادمه، من خیلی کلمه من رو اول جملاتم به کار بردم و این تحت تاثیر زبان فرانسه بود. بعد یکی از دوستان که اتفاقا سالها ادیتور بود کتاب رو ازش خواهش کردم که بخونه که اگر اشتباهی مثلا چیز هست حروف چینی اینا لطف کنه و تذکر بده. این دیدم که خیلی از این تمام معنایی که اول جمله بود اینا رو خط کشته بود، میگفت آره در فارسی ما فاعل رو اول نمی نویسیم. گفتمش که حق با توه، ولی یه جور تعمد دارم که اصلا، با این حال سعی کردم که حذف بکنم، شروع کردم حذف کردن، یه تعدادی رو دیدم حذف کردم، کمک کرد به کار، ولی بعضی از این معنا به شدت در مقابل من مقاومت کرد. بعد فهمیدم که درسته، چون یک خوانده فرانسوی که اهل ادبیات بود گفت این رمان رمان درباره جو که معناش مثلا فاعل منه.
این مقاومت به همیشه برای من چیز بوده، مقاومتی که اون متن در مقابل اراده من داره همیشه برای من آموزنده بود. شما توی قسمتی که توی وبسایت دعوات قسمتی چرا می نویسم یه داستانی نوشتین که اسمشو من یادم رفت متاسفانه، روی کتاب پدرتون صحبت کردیم، چتر و گربه و دیوار باریک. بله، روی کتاب پدرتون صحبت کردیم. هیچ وقت اون کتابو چاپ کردین یا توی وبسایت دعوات سعی کردین بذارین؟ توی وبسایت دعوات هست ولی الان شده یک بخش از این رمان. آره، اون اواخر رمان یک بخشی میاد. اون درگیری که من با زبان داشتم باعث شد که اونجا قرار بود مثلا یک متن واقعی بنویسم برای سخنرانی توی انتشارات خبران بود و قرار بود جواب بدم که چرا می‌نویسم. همه المان‌ها واقعیه، در راجع به زندگی خودم نوشتم، ولی ترتیباتش اصلا دست خودم نبود، یعنی ترتیبات خیلی هاش اصلا اینجوری نبوده در واقعیت، یعنی مت بین که من اراده کنم داستانی شده، چون در واقع این زبان هست که کار رو می نویسه برای من، ابزار نیست. بفهم تأثیر این سبکای قرن بیستومی ایمپرشنیست و رالات اکسپرشنیست و ابسترکت آرت روی موسیقیتون چی بوده؟ چون به موسیقی که رسیدیم یا 300-400 سال رفتیم اقل. به نظر من همه چیز روی یه هنرمند اثر میذاره. من خیلی وقت از شاگردم هم میاموزم. طبیعیه وقتی که آدم نقاشی ببینه تأثیر میگیره، موزیک خوب بشنوه تأثیر میگیره، اینا داره شک نیست، ولی این تلاش برای دوری دید تلاش اصلا برای برگشت نبوده، چون میگم این همین الان از خدا میدونه مثلا چند قرن توی موسیقی هند دوری دید بوده، حالا هست توی موسیقی فلامینکو این دست زدنهایی که هست که شاید من ناخودآگاه توی این قطعه از اون مثلا اون منو یه تلنگر زد که به اون سمت برم. دیدین که وقتی که دست میزنن و رقاصه میرقصه اینا دور ریتمه، اینا ریتماش حالا دقیقا نمیدونم، ولی میدونم که یه چیزی مثلا فرض کن 25 ضربی 27 ضربی یا 26 ضربی این یه همچی چیزیست. توی موسیقی هند که دیگه اصلا دور ریتم اصلا گاهی وقتا اصلا 50 و خورده ضرب ایناست. حتما این که شما کجا زندگی میکنید تأثیر میذاره رو زندگی، روی کارتون. منتها چه نوع تأثیری من نمیدونم، اصلا هم تعمد ندارم که تأثیر بگیرم. یعنی یادم یک کسی به من گفتش که راجب استفاده من از جریان سیال زن سوال کرد. اتفاقا این آدم تخصصش هم جویس بود در پاریسه، میگفتش که جالب اینه که نوعی که تو استفاده کردی فرق میکنه، از کجا میادی؟ گفتم که اصلا من قصد نداشتم که جریان سیال ذهن استفاده بکنم، من یه مسئله داشتم و اون این بود. روزی که شروع کردم به رمان نوشتن به خودم گفتم مشکلات ما ایرانی ها در رمان نویسی چیه، سعی کردم این مشکلات رو بشناسم. یکی از مهمترین مشکلاتی که مشاهده کردم غیبت زمانه. بعد سعی کردم که این مثلا توی این رمان وقتی که دارم روایت میکنم یک واقعی رو، این گذشت زمان رو یک جوری مثلا رعایت بکنم. چه جوریشو نمیدونستم. بله شنیده بودم مثلا در میگن تولستوی انگار ساعت کار گذاشتن توی رمان‌هاش، توی رمان‌هاش و آدم تولد و رشد و بزرگ شدن این دو بچه رو، بعد عروسی کردنش و بعد همه اینا رو اصلا پا به پای اون پرسوناژا زندگی میکنه. اصلا کل رمان غربی
وقتی رمان شد که اصلا تونست حضور زمان و مکان این دوتا رو به درستی عینیت ببخشه توی روایتش، وگرنه خب میمون توی همون عالم رمانس و حماسه و اینا. من وقتی که سیال ذهن به کار جریان سیال ذهن رو استفاده کردم، قصدم این بود. یه جایی هست اگه شما یادتون باشه، سید راوی و سید توی کافه قرار دارن، بعد میگه که این دختر دلش پیش توه. بعد وقتی میان توی خونه، سید میره اون اتاق با دختر صحبت کنه، راوی میاد توی اتاق خودش، که بعد وقتی که صحبت اونا تموم میشه میبینه که سید چمدان دختر رو برش داره و هم میرن. من برای که این گذشته زمان رو حس بکنم، حس بکنه خواننده و منتقل بشه به خواننده، اینجا همطور که راوی اومده تو اتاقش و منتظره، اینجا نقب میزنه مثل هر کدوم از ما وقتی انتظار میکشیم انواع فکرات داریم دیگه. منتها خب این فکرها رو من به روی فکرهای انگوش گذاشتم که کمک بکنه به اون فضای داستانی که میخوام بگم. نمیم جوابتون رو دادم یا زدم به کوچه علیسه که یه بخشی از حرفای نگفتم بزنم. بله. شما وقتی موسیقی کار میکنید ایران بودید درسته؟ نه. وقتی نویسنده میکنید خارج ایران بودید؟ نه. من هم نوازی ارکستر نمایشنامه‌نویسی داخل ایران بود، ولی فکر کنم رمان خارج ایران میشید. رمان خارج از ایران شروع کردم. نمایشنامه‌نویسی هم تا 5 سال فکر کنم، یا 6 سال بعد از رمان ها تماما اینجا هست. خب یه هنری رو داخل ایران یعنی تو محیط بودی، محیطی که مخاطبتون هستش و خب درد کمال هم به نظرمی هم پردش شده بود، یه هنری هم خارج ایران، محیطی که مخاطبتون داخلش نیستش، چقدر ممکنه، چقدر اصلا این قضیه امکان پذیر به جهاز یکی هنری رو توی این محیط خلق کنه که مخاطبتونش وجود داره؟ چون میگن هنرمند به مخاطبش زنده است، میگه هنر یه اثر هنری رو خلق کنه که این اثر مورد توجه قرار بگیره. حالا اینکه یه کار هنری خارج از محیطی که مخاطبش وجود داره بخواد خلق باشه، این اصلا چقدر ممکنه؟ چقدر چه سختی هایی داره خودش در مقایسه با موسیقی که داخل داره؟ این دو تا مفهوم برای مخاطب هست. یه موقع هست شما اثری خلق میکنید، ها؟ مخاطبی که حالا باید این کار رو بخره و به شما این امکان رو بده که از راه فروش این اثرتون زندگی بکنید، اون وجود داره یا نداره، ها؟ اون یه نوع مخاطبه. یه مخاطبی هم هست، میگم شما وقت رمان می‌نویسید باید برای یک مخاطب بنویسید. این مخاطب برای من یک خواننده هوشمند بی‌چهره است، نمیدونم کیه. من سعی میکنم طوری بنویسم که این خواننده لذت ببره. حالا اگر وقتی کتاب چاپ شد به بازار اومد، مخاطب هوشمندی هم که واقعا وجود داره در بیرون کتاب رو پسندید، خب چه بهتر. اگر نپسندید و کار من بد بود، خب این از بدشانسی منه. ابدا عبد نه. ببینید، من وقتی اومدم خارج به خودم گفتم تو اومدی یک جایی که دلت نمیخواست بیای، من برای تفریح نیومدم. آقای بیزایی شاهده، چقدر بلا سر ما میوردم ما یک کار رو بیان بسنه. من اومدم خارج به خودم گفتم رضا، اگر از این آزادی که در اینجا داری که میتونی از هر چیزی صحبت کنی، روی هر تابوی انگوش بذاری، اگر استفاده نکنی باختی. و تمام سعیم این بود که این کار رو بکنم. خیلی از دوستانی که حتی مثلا چه میدونم نبرد مسلحانه هم کردن، بعد در یه دوره که گشایش ایجاد شد برگشتن، رفتن همه پاسپورت‌های پناهندگی رو پس دادن و رفتن به ایران. من که هیچ کدوم از اون کارا رو، خلافا رو، یا چه میدونم جنگ مسلحانه نکرده بودم، من طبیعتا میتونستم برگردم همون موقعم، ولی بر نگشتم. میدونی چرا؟ برای که به خودم گفتم ممکنه دفعه بری بهت خوش بگذره، بعد دفعه بعد که میخوای بنویسی
موقع نوشتن به خودت بگی بهتره اینجا رو حذف کنم چون ممکنه دفعه بعد که میرم ایرون بهم گیر بدن. الان 27 سال من نرفتم. هیچ هنری نمیتونه بدون یه فضای آزاد به وجود بیاد، مگر اینکه چه میدونم به وجود بیاد بذاری تو کشوت برای بعدها. ولی اگه بخوای زندگی کنی از راهش، اگه بخوای منتشرش بکنی، تنها راهش اینه که یا بیا خارج، یا اگر اومدی خارج وقت به خودت خیانت کنی، یعنی به خارج ولی طوری بنویسی که پاتو روی هیچ مینی نذاری. البته معناش این نیست دوستانی که در ایران مینویسن کار مهمی نمی کنن، نه اصلا نه ابدا، ولی به هر حال کسی که در ایرانه یک چیزایی رو به دست میاره که ما که در خارجیم نمیتونیم به دست بیاریم، و یه چیزایی رو هم از دست میده. ما هم که در خارجیم یه چیزایی رو به دست میاریم و یه چیزایی رو از دست میدیم. فقط جنس اینا فرق میکنه، وگرنه هیچ کدوم ما سعادتمند نیستیم پس از انقلاب. برای که روزه نخونده باشم من شاکی نیستم، از اومدنم به خارج خوشحالم. برای اینکه تنها چیزی که به من همیشه معنا میداده کارم بوده و سعی کردم که در حدی که در توانم این کار انجام بدم و شاکی نیستم. شاکی نیستم. شاکی نیستی.